امروز قرار 10 تا فیلم بهت معرفی بکنم از کارگردانی که توی هر ژانری فیلم ساخته، اونم چه فیلمای درجه یکی، کسی که کارنامه کاری خفنی داره و 6 بار برنده جایزه اسکار شده. آره، بیلی وایلدر. سلام رفیق به سینما سال، خوش اومدی، امیدوارم که حالت خوب باشه. بریم سراغ اولی. این فیلمی که میخوام بهت معرفی بکنم توسط انجمن فیلم آمریکا جز 100 تا فیلم برتر قرن 20 انتخاب شده، سانست بولوارد، محصول سال 1950. این فیلم در رابطه با یکی از ستاره‌های زن سینمای صامته که در حال حاضر پیر شده و از اون روزای خوب و طلایی هیچی براش باقی نمونده و سعی داره شهرتش برگرده. در این بین با فیلمنامه‌نویس سرخورده آشنا میشه که باعث تغییرات زیادی توی زندگیش میشه. Some Like It Hot یا بعضیا داغش رو دوست دارن. فقط میتونم بهت بگم که یکی از بهترین کمدیایی که دیدم، خیلی دلچسب و بی‌نظیره. جری و جو دوتا نوازندن که شغلشون رو از دست دادن و وضع مالی خوبی هم ندارن. اونا به خاطر اینکه شاهد یه قتل به دست مافیا بودن تحت تعقیب اونا قرار گرفتن. جری و جو برای فرار به شکل یک زن در میان و وارد یک گروه موسیقی زنانه میشن. اونجا با یه دختر زیبا با بازی مرلین مونرو آشنا میشن که اتفاقای جذابی واسه شون رقم میزنه. یکی از بهترینای تاریخ ژانر نوآر، قرامت مزعف. بهت گفته بودم توی هر ژانری بهترین رو ساخته. فیلیس یه فروشنده بیمه رو اقفال میکنه تا اونو توی کشتن شوهر ثروتمندش کمک کنه و مرگ اونو یه تصادف جلوه بده تا بتونه از طریق ماده غرامت مضاعف بیمه عمرش رو مطالبه کنه. اما رئیس و دوست صمیمی همون کارمند بیمه به این ماجرا شک میکنه و در ادامه اتفاقات عجیبی میفته. درام عاشقانه کمدی آپارتمان. یه کارمند ساده برای بهتر شدن شرایط کاریش آپارتمان خودش رو در اختیار رؤسای بخشای مختلف شرکت میذاره تا اونا با معشوقه هاشون ساعتهایی رو اونجا با هم مشغول باشن. ایس این ده هول، محصول سال 1951 با بازی بی‌نظیر کرک داگلاس. چاک خبرنگار الکلیه که توی آلبوکرکی نیو مکسیکو کار میکنه و انتظار فرصتی رو میکشه که موقعیت گذشته خودش رو یه بار دیگه به دست بیاره. خیلی زود مردی توی غار گرفتار میشه و چاک متوجه میشه فرصت مورد نظرش رو به دست آورده. بازداشتگاه شماره 17، جنگی درام کمدی، محصول سال 1953. توی دوران جنگ جهانی دوم دوتا زندانی آمریکایی در حالی که سعی میکنن از بازداشتگاه شماره 17 فرار کنن کشته میشن. همین اتفاق باعث میشه بقیه زندانی ها متوجه حضور یک خبرچین در بین خودشون بشن، کسی که توی بازداشتگاه بازار سیاه راه انداخته مظنون اصلی این جریانه. یه درام بی‌نظیر، تعطیلی از دست رفته. این فیلم داستان نویسنده دائم الخمریه که خلاقیتش رو از دست داده. توی یکی از تعطیلات آخر هفته که تنها میشه، کشمکش این نویسنده با اعتیادش اوج میگیره. ببینم، اون عکس مشهور مرلین مونرو با لباس سفید رو دیدی؟ اون عکس مربوط به همین فیلمیه که میخوام بهت معرفی بکنم، خارش 7 ساله. حالا شاید واسهت جالب باشه که اون لباس سفیده تو سال 2011 توی مزایده با قیمت 4.6 میلیون دلار فروخته شد. داستان این فیلم در مورد یه مرد متأهله که خانواده‌اش رو برای تعطیلات به مسافرت میفرسته و بعد از مدتی متوجه میشه که یه دختر جوان زیبا همسایه‌اش شده و اون خارشه به جونش میفته. سابرینا، محصول سال 1954، یه درام عاشقانه که یه ذره کمدی هم قاطی شده. زوج ثروتمندی دو تا پسر به اسم دیوید و لینوس دارن. توی ملک این خانواده راننده اونا و دختر جوانش سابرینا هم زندگی میکنه. سابرینا به دیوید علاقمند میشه و در ادامه داستان اتفاقات عجیبی رو رقم میزنه. اما آخرین فیلم و یه کمدی درخشان دیگه، 1-2-3. داستان این فیلم در رابطه با رئیس یکی از شعبه های کمپانی کوکاکولاست که تلاش میکنه نوشابه آمریکایی رو به روسا بفروشه و همزمان از ازدواج دختر یکی از رؤسای کمپانی با یه جوان کمونیست جلوگیری کنه.
اگه از این ویدیو خوشت اومده خوشحال میشم اونو با بقیه شیر کنیم، و اگر اینکه از تو یوتیوب داری منو تماشا میکنی لطفا سابسکرایب فراموش نشه. راههای ارتباطی هم داره اینجا نمایش داده میشه. نظر، انتقاد، پیشنهاد، هر چیزی داشتی حتما واسم کامنت بکن. خیلی مخلصم.